سرخط خبرها و مهمترین ها. طالبان از سازمان ملل درخواست کمک کردن. حضار سفارت امریکا به شهروندانش از نزدیک شدن به گدهای فرودگاه کابل. حمله هوایی ارتش امریکا به داعش در افغانستان. و همچنان در پایان، طالبان به شهروندان کابل مهلت داد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. سخنگوی طالبان اعلام کرده که معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر از سازمان ملل خواستار کمک غذایی به افغانستان شده است. به گزارش اسپوتنیک، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان روز شنبه 28 اگست از دیدار شیر محمد عباس سانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه با دیوید بیسلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا WFP خبر داد و گفت در این دیدار طرفین در مورد کمک های بشردوستانه به افغانستان و وضعیت کنونی بحث و گفتگو کردند. سخنگوی طالبان: دو طرف همچنین چالش های پیش روی کشور را مورد بحث قرار دادند و افزودند که برنامه جهانی غذا باید به فقرا در افغانستان کمک فوری کند. با گفته وی، هیئت طالبان به رئیس برنامه جهانی غذا در مورد امنیت همکاران این نهاد اطمینان داده و از آنها برای کمک های بشردوستانه تشکر کرد. در همین حال دفتر نخست وزیر پاکستان نیز طی بیانیه اعلام کرد که عمران خان نخست وزیر این کشور در اسلام آباد با دیوید بیسلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد درباره وضعیت انسانی و تلاش های امداد رسانی در افغانستان دیدار و گفتگو کردند. بیسلی در این دیدار از خان برای تسهیل کار برنامه جهانی غذا در افغانستان تشکری کرد. خان نیز ضمن اشاره به ضرورت ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان بر اهمیت روابط مثبت بین جامعه بین المللی و افغانستان تاکید کرد. هشدار سفارت امریکا به شهروندانش از نزدیک شدن به گیدهای فرودگاه کابل. سفارت ایالات متحده امریکا در کابل یک بار دیگر به شهروندان آن کشور توصیه کرده است که بنا به دلایل امنیتی از نزدیک شدن به گیدهای اطراف میدان هوایی کابل خودداری کنند. با گزارش اسپوتنیک، سفارت امریکا در کابل اعلام کرده که شهروندان امریکایی که در حال حاضر در اوبی گیت شرقی، گیت شمالی و یا گیت وزارت داخله جدید هستند، باید فوراً محل را ترک نمایند. روز پنجشنبه هفته گذشته در حال که امریکا و بریتانیا از وقوع عملات داعش بر میدان هوایی کابل هشدار داده بودند، یک حمله کننده انتحاری جمعیت را که قصد فرار از کشور را داشتند هدف قرار داد. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت. بر اساس آخرین آمار 170 نفر در این حمله کشته و حدود 200 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر کشته و زخمیان شهروندان افغانستان هستند. همچنین 13 سرباز آمریکایی نیز در میان کشته شدگان و نزدیک به 20 پرسنل نظامیان کشور در میان زخمیان شامل می باشد. حمله هوایی ارتش امریکا به داعش در افغانستان. ایالات متحده امریکا گفته است که در ولایت ننگرهار عملیات علیه داعش انجام داده است. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از اشت صبح کابل، بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش امریکا آمده است که عملیات انجام شده در ولایت ننگرهار بر اساس نشانه های اولیه منجر به کشته شدن این عضو داعش شد که گفته می شود مسئول برنامه ریزی حملات داعش بوده است. طبق اعلام ارتش امریکا، این حمله در ولایت ننگرهار اجرا شده است و نشانه های اولیه که از کشته شدن هدف مورد حمله می باشد. این حمله در واکنش به حمله انتحاری مرگبار گروه داعش در ورودی فرودگاه کابل اجرا شده و نخستین حمله هوایی امریکا پس از تسلط طالبان بر افغانستان است. جو بایدن پس از حمله به فرودگاه کابل گفته بود که تروریست‌ها نمی‌توانند مانع ما شوند، اجازه نخواهیم داد آنها ماموریت ما را متوقف کنند. ما عملیات تخلیه را ادامه می‌دهیم. من به فرماندهانم دستور دادم برنامه‌های عملیاتی برای حمله به داعش خراسان طراحی کنند. این تروریست‌های داعش پیروز نخواهند شد. مهاجمان ناشناس پنجشنبه شب در کنار ورودی آبی که طی روزهای اخیر نیروهای امریکایی و انگلیس در آن مستقر بودند
و در ورودی براون در نزدیکی هتل به همین نام در نزدیکی فرودگاه کابل دست به عملیات مصالحانه زدند که یکی از این انفجارها انتحاری بوده است. حملات تروریستی در نزدیکی میدان هوایی کابل که منجر به جان باختن بیش از 100 تن و زخمی شدن بیش از 200 تن شد، تلاش از سوی تروریست ها برای پیچیده تر کردن اوضاع دشوار در افغانستان است. طالبان به شهروندان کابل مهلت داد. طالبان به شهروندان کابل یک هفته مهلت داده است که تمام اجناس دولتی را به ارگانهای امنیتی تسلیم نمایند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویترش نگاشته است: اطلاعیه ارگانهای امنیتی امارت اسلامی در شهر کابل به تمام کسانی که وسایل، اسلحه، مهمات و دیگر اجناس دولتی را با خود دارند اطلاع داده می شود که اشیای مذکوره را در مدت یک هفته به رضایت خود به ارگانهای مربوطه امارت اسلامی بسپارند. وای همچنان نوشته است که تا نیاز به آن دیده نشود که در صورت کشف آن متخلفین تعقیب و یا با برخورد قانونی مواجه گردند. در تاریخ 15 آگست طالبان وارد کابل شدند و کنترل ارگ ریاست جمهوری را در دست گرفتند. اشرف غنی قبل از ورود گروه طالبان به کابل افغانستان را ترک و در پیام اعلام کرد برای جلوگیری از خونریزی کشور را ترک می کند. انگلیس شرایط غرب برای تعامل با طالبان را نام برد. نخست وزیر انگلیس در اظهارات بیان داشت که طالبان اگر خواستار روابط با غرب هستند باید در رفتارشان در مورد خروج افراد از افغانستان تجدید نظر کنند. اسکای نیوز بورنز جانسون نخست وزیر انگلیس میگوید اگر اعضای طالبان بخواهند با غرب تعامل داشته باشند باید به افرادی که مایل به خروج از افغانستان هستند اجازه دهند کشور را ترک کنند. نخست وزیر انگلیس در ادامه افزود مقامات طالبان دولت جدید یعنی صرف نظر از ترکیب آن باید درک کنند که اگر میخواهند با غرب رابطه داشته باشند، اگر میخواهند با ما تعامل داشته باشند، تخلیه امن برای آنها باید از اهمیت بالای برخوردار باشد. جانسون تاکید کرد که برخی از شهروندان هنوز نتوانستند برای تخلیه از افغانستان به فرودگاه کابل بروند. او قول داد که تا حد ممکن تلاش خواهد کرد تا تاریخ 31 آگست شمار بیشتر افراد از افغانستان تخلیه شود. جانسون با اشاره به این که قطعا هیچ رابطه بین داعش طالبان وجود ندارد اعلام کرد که دولت انگلیس به گفتگو با طالبان ادامه خواهد داد. این اظهارات نخست وزیر انگلیس در حال مطرح شده است که پیشروی در پایان جلسه اضطراری گروه 7 در مورد افغانستان که سه شنبه گذشته برگزار شده بود گفت سران این گروه برای تعامل آینده با طالبان توافق کردند. تشکر که تا این دم با ما بودید. روزتان خوش.